ببینید، من وقتی میشینم مسائل رو میذارم جلوی هم، میبینم که به زنان داره در سیستم، فرضاً در مورد ایران میخوام صحبت کنم دیگه، به زنها داره ظلم میشه، مثلا در زمینه حجاب، مثلا در زمینه چه میدونم ولایت پدر بر دختر، ولی میبینم از اون ور به مردها داره بیشتر ظلم میشه، برای اینکه ولایت پدر بر پسر هم هست. مگر ما همین مورد اخیر که یک پسر همجنسگرای اهوازی توسط پدر و پسر، برادر و پسر عموهاش کشته شد، مگه این به اون مرد ظلم نشد؟ چه میدونم، خیلی ها مثلا، من عوضش میبینم مثلا میگن زن حق طلاق نداره. من میبینم خب قوانین مهریه به سمتی هست که مرد اگر بخواد ازدواج بکنه موظف مهریه تعیین بکنه، اگر مهریه تعیین کنه بنابر هر دلیلی، حتی اگر زنش بهش خیانت هم بکنه، باز موظف مهریه رو بده که ممکن اون مهریه به قیمت تمام زندگیش باشه. من میبینم که زنها مثلا در جامعه وظیفه قانونی تأمین معاش بر دوششون نیست. یعنی یک زوجی اگر زن بره به دادگاه شکایت کنه بگه شوهر من کار نمیکنه، دادگاه مردو میخواد تنبیهش میکنه، ولی همچین وظیفه به عهده زن نیست. من میبینم در ایران سربازی اجباری برای مرد اجباریه، ولی برای زن سربازی اجباری نیست. بنابراین دارم میگم به نظر من به هر دو جنس داره در ایران ظلم میشه، اما اگر چونیک بنگری همه تزویر میکنن، به مردها خیلی بیشتر داره ظلم میشه. منتها ظلم به مردها انگار یه چیزی وظیفه شده، یعنی مرد باید بره سربازی، مرد باید بره به جنگ. تازه یه نکته خیلی خوب الان دیدم که دوستمون این پایین زدن، همجنسگرایی برای مردان حکم اعدام داره، ولی برای زنان فقط اگر اثبات بشه 70 ضربه شلاق. اینم یه مورد دیگه داره. درست کنم آرمین جا، من یه مورد رو اشاره کنم، به که از بچه هم سامان هم اینجا اشاره کرد به چیز. من این پوریه رو بلاک میکنم. بگو. کامنت سامانه که گفته که اینا به حساب خطاب به تو بگم، که بگه که روی کرده مهمان بیشتر ناظر به جامعه ایران و فمینیسم ایرانی هستش آرمین، اما خود تو بیشتر روی کردت به جهان و فمینیست در بود جهانی هستش. میگه که این مسئله دو تا زاویه مختلفی که داریم نگاه میکنین. اولا من هم حقوق زنان برام مهمه، هم حقوق مردان، ولی خیلی برام عجیبه که توی دنیا ما شما مهمون ما فکر میکنن که، من فکر کنم برای اینکه یک نفر الان پویای تو لایو چت میگه خب ایشون کارشون اینه که برای حقوق مردا بجنگن، برای همین باید فقط درباره موضوع صحبت کنن. من به نظرم اگه یک نفر برای حقوق مردا میخواد مبارزه کنه، اگه بتونه نشون بده که حقوق زنا رو یعنی براش مهمه، باعث میشه که فعالان حقوق مرد و مردم زن ستیز نگاه نکنن. میدونم چه من میگم آرمین جان، میشه ازت خواهش کنم اون مثالایی که میخواستی خودت بگی؟ شاید من ندونم. من یه مثال میتونم بزنم که دوستان توی لایف چت هم گفتن، یکیش مثلا در مورد حقوق زنان اون پرده بکارتشون هست. خب سلات شیمینگ مثلا، آره ببین مثلا من مثلا از کشور غربی یک مردی که مثلا با مثلا کلی دوست دختر اینا زیاد داره رو بهش میگن پلیر، که یه حرف مثبته، یک چیز تعریفه، ولی یک زنی که مثلا کلی با مردای مختلف میخوابه رو بهش میگن سلات. یعنی نه. وقتی یک مرد کلی میتونه از سکسی میره، کلی تجربه داره و کلی با مثلا میتونه خیلی زنای مختلف رو میدونی جذب کنه، اینا یه چیز خیلی هم مردا خیلی چیز مثبت میدونن. حتی من از پدر خودم هم پرسیدم، من مثلا پدرم یه مدتی که من خیلی فعالم گفت بهم افتخار میکنه، بعد که ازش پرسیدم گفتم اگه دختر داشتی، دخترت مثلا این ور اون ور کلی با پسر مختلف میخوابید، همین حرف میزدی؟ گفت نه اصلا همچین حرفی نمیزدم، اتفاقا کلی شرم و اینا میشد برام. خب یعنی خب این یه دبل استندارده. نه این یک مثال، هم یه مثال، آیا این مثال درسته یا نه؟ بله درست. آه، ولی خب من مثلا همچین چیزی اعتقاد ندارم. خب آره شما اعتقاد نداری، ولی جامعه این تو جامعه این بله هست.
آره با این حرفتون موافقم، جامعه آزادی های جنسی برای مردان رو خیلی بیشتر از زنان به رسمیت میشناسه. درست. علی درود بر شما. نه خب همین خوبه، من موافقم با حرفت موافقم. ببینید من به هیچ عنوان اصراری بر این ندارم که بگم همه چیز به نفع زنانه یا مثلا همه چیز به ضرر مردانه. موردی بود که من خاطرم نبود خیلی من، ولی این چیزی که شما داری میگی، آخه یه چیزی رو من بگم، شما داری بحث عرفی میکنی، متوجهی؟ بحث قانونی نمیکنی. عرف از قانون جداست. من میگم در قوانین ایران و در قوانین تقریبا تمام جهان مردان منافع کمتری دارن تا زنان در حال حاضر، در ایران که خیلی بیشتر. زنان در قانون امتیازات خیلی بیشتری دارن تا مردان. خب شما آیا امکان داره کسایی که دارن برای حقوق زنان میجنگن باعث بشه که این مشکلی که شما دارین اونا هم، ببینید از هر دو طرف، از هر، ببینید این مشکلی که زنها مثلا تو جامعه دارن یا مردها تو جامعه دارن بر اساسی که رولاییه که هم از لحاظ اجتماعی یا از لحاظ قانونی برای مرد و زنها تعیین شده. خب بر اگه بر اساس این از هر کسی که بیاد اینو به این سیستما رو به چالش بکشه به نفع دو طرفه، یعنی هم وقتی که فعالان حقوق زن بیان بگن خب ما چرا زن باید اینجا باشن، چرا مرد باید اینجا باشن، هم فعالان حقوق مرد بیان بگن خب ما چرا باید اینجا باشیم، چرا زن ها اینجا نباشن، این جفتش باعث میشه که همه چی رو ما بیایم جاها رو بر اساس جنسیت تصمیم نگیریم، این که مثلا کی قانون بر اساس جنسیت باشه یا نرمای جامعه. خیلی نکته خوبی، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی آرمین جان. ببین یکی از مشکلاتی که ما با بعضی از این به اصطلاح فعالین فمینیسم داریم اینه که این دوستان میگن که در مشاغل برابری جنسیتی یعنی حتما نصف اون شغل مرد باشن نصف اون شغل زن. نه این چی؟ من با این مخالفم. من میگم هر کسی صلاحیت بیشتری داره. یا مثلا میگن در مورد کنکور، پارسال بود دیگه، در مورد کنکور میگفتن برابری جنسیتی یعنی 50% هر ظرفیتی، هر ظرفیت پذیرشی در کنکور 50% دختر 50% پسر. نه چرا؟ خیلی خوبه که اینا چیزاییه که ببینید شما میگی مدافعین حقوق زنان در ایران مثلا فمینیستا فلان، شما یه سری اگر به صفحه اینستاگرام یا توییتر برخی از این فعالین به نام و شناخته شده فمینیست در ایران بزنید میبینید که مثلا شما به من گفتی تو گروه های طرفدار حقوق مردان زن ستیزی خیلی بیشتره، انگلیسی هاش فارسی هاش من ندونم. آره حالا من فکر میکنم که شما در این زمینه هم کم یه مقدار اشتباه میکنی، شاید مثلا کامل ندیدی یا آمارگیری کافی نبوده. نه حتما نبوده. من مرد ستیزی رو خیلی بیشتر میبینم تا زن ستیزی. تو خود گروه هاشون رفتین یعنی که رپورت اگه از بیرون گروه هستی؟ آره رفتم خیلی دیدم. ببینید خیلی مثلا یکی از این فمینیست های ایرانی به مرده اصلا نمیگه مرد، میگه دودول طلا. من نقل قول میکنم، کوتیشن دارم میارم حرف من. خب یکی این آمار نیست، اینا مثاله. خب این فرد چند صد هزار تا فالوور داره و اونها هم دارن همین ادبیات رو باز تولید میکنن. آمار لازم داریم. من فکر کنم جفتمون یعنی ما تا یه جایی میریم حرف میزنیم فوری بهمون برمیگردن میگن شما فکر میکنین دودول طلایی، تخم دو زرده گذاشتین مثلا یا همچین چیزایی. خب میدونید اینا اگه مصداق مرد ستیزی نیست چیه پس؟ ببخشید آرمین جان، بابک سر گفت دو تا سوال دارم، یکیشو پرسید من اون یکی رو متوجه نشدم. بابک بپرسید. چش فقط یه مورد دیگه که همین گروه های فمینیستی رو گفتی، یکی از بچه هم اشاره کرده بود که تو یکی از همین گروه ها بودن که یه ویدئویی در اومده بودش که یک دختر بچه کودکی یه کشیده‌ای به پسر بچه میزنه، که مثل اینکه خیلی از این گروه در داخل این گروه فمینیستی اصلا این قضیه رو خیلی بهش خندیدن، تعریف و تمجید کردن از این حرکت دختر بچه. میخواستم بگم تو این گروه ها این اتفاقا هم میفته.
حالا بگذاریم. البته بابا یه مثال دیگه بزنم فکر کنم مهمونمون قبول کنن اینو. توی کشور یه مثلا غربی مثلا یه مشکلی که هست اینه که مثلا خیلی مثالا وجود داره که معلم‌های مرد وقتی که به دختر بچه‌ها آزار جنسی دادن، این خیلی از قانونی مجازاتش بیشتر بوده که وقتی که معلم‌های زن به دانش آموزای پسر مثلا آزار جنسی دادن، مثلا این مثال هست که مثلا حرف شما مجازات مرد برای این کارش خیلی شدیداً بیشتر بوده تا مجازات زنانی که مثلا این کار کردن. از این مثال زیاده. از این مثال زیاده. خب بابک سوالت، من یه سوال بپرسم از شما، نظرتون در مورد فمینیسم ایرانی چیه؟ ولو فمینیسم ایرانی هم شاخه های مختلفی داره. خب عرض کردم من به دلیل اینکه سالها فعالیت کارگری میکردم با خیلی از فعالین حقوق کارگری برخورد داشتم که هم از حقوق کارگران مرد دفاع میکردن، هم راجع مسائل زنان کار میکردن، تحقیقات خیلی جذابی دارن، خیلی خیلی جالب کمک کردن به این که ما واقعا نقش زنان در اقتصاد صنعتی ایران رو خیلی خوب بفهمیم. خب اونها برای من بسیار آدم های قابل احترامی هستن. من تا جایی که میدونم من از اونها هیچ وقت مرد ستیزی ندیدم، ولی ما یک فمینیزم پوپولیستی یا عوام فریبانه هم داریم که با حضورشون در این شبکه های مینستریم مثل من و تو، مثل بی بی سی، مثل وی او ای، مثل ایران اینترنشنال، این افراد، اتفاقا جالبه که این شبکه ها هیچ وقت نمیان فعالین واقعی حقوق زنان، کسانی که واقعا در زمینه حقوق زنان کارهای تحقیقاتی بسیار گسترده ای انجام دادن، ولی متاسفانه دیده نمیشن به دلیل حالا تفاوت‌های ایدئولوژیکی که با صاحبان این رسانه ها دارن. عموم اون چیزی که ما در فمینیسم ایرانی داریم میبینیم، به عنوان فمینیسم ایرانی داره بهمون معرفی میشه، نتیجه همین شبکه های مجازی مثل اینستاگرام و توییتره. اینها عموما فمینیست های لیبرال هستن، یعنی طرفدار بازار آزاد سرمایه هستن، عموما افراد بی اخلاقی هستن که حتی مثلا میگن ازدواج بکنید ولی اگه دیدین مثلا شوهرتون فلانه برین بهش خیانت بکنید، یا حتی ترویج رابطه جنسی با محارم میکنن، میگن اگه با برادرت مثلا گرایش جنسی داری آره بکن، چون تو دلت میخواد، چون تو زنی، چون تو حق داری انجام بدی پس بکن، هیچ اشکالی نداره. یا مثلا خصومت ایجاد میکنن بین زنان و مردان. یعنی اصلا به نظر من اینها عاملین دست سیستم هستن به خاطر ایجاد افتراقی که بین زن و مرد میکنن. فوش میدن. عرضم به حضورتون که مثلا ما در مورد مسئله سربازی صحبت کردیم، اومدن گفتن سربازی که میرن حقوقم که میگیرن، مفتم که میخورن، تحقیرم که نمیشن، خوبه دیگه، بهشون خوش میگذره، یه مدت هم دوره همه. یعنی فمینیزم ایرانی هم فمینیزم شاخه های میگم مختلفی داره، حتی مثلا گرایشی داریم به نام وومنیزم، یعنی زنگرایی محض هستن. من نمیدونم در مورد فمینیسم ایرانی، من نمیتونم یه نظر کلی بدم. میگم انسانهای ارزشمند توشون حضور دارن، انسانهای بیخرد، بیدانش و متاسفانه به نظر من اینا همشون عاملین و عیادی سیستم هستن برای اینکه بین زن و مرد اختلاف بندازن. چون میدونید که وضعیت اجتماعی ایران وضعیت پایداری نیست. یعنی در زمانی که ما نیاز داریم بیش از این که با همدیگه خصومت ببرزیم، نیاز داریم به این که با هم متحد باشیم. زن و مرد باید دوشا دوش هم متحد باشن علیه این سیستم انسان ستیز، بتونن ساختاری رو تشکیل بدن که در اون هم حقوق مردان هم حقوق زنها به تناسب جنسیتشون، به تناسب نیازهاشون برآورده بشه. ولی ما میبینیم که خیلی از اینها فقط دارن دشمنی ایجاد میکنن.
ببخشید منظور شما من چون خیلی از فمینیست ایرانی اصلا نمیشناسم به اصلا منظور شما فکر میکنم خانم حالا اسم میشه بردم الان چون برای من اسم نمیگم من نمیگم نه من اسم ببینید چون به هر حال اینا فعال هستن تو این زمینه به هر حال مشخص هستن فکر میکنم خانم عرض کنم فرانک عمیدی یا به عنوان مثال خانم نسرین افسری فکر میکنم تو این زمینه به این صورت رادیکال دارم برخورد میکنم با این قضیه رادیکال نیستن. ببینید رادیکالیزم یعنی ریشه گرایی. من میگم من مثلا فعال رادیکالم، فعال مثلا کارگری رادیکالم. فعال کارگری دلست. رادیکال یعنی میخواد مسئله رو به صورت ریشه ای مبتنی بر مناسبات اقتصادی سرمایه داری و مخالفت با اون مثلا تغییر. اینها هیچ رادیکالیزمی ندارن، به هیچ ریشه ای نمیپردازن. اینها افراطی ان. کلمه افراطی هموند مناسبی برای رادیکال نیست به نظر من. شما دلست. قبول دارین که توی فعالان حقوق مردم زنستیزی حالا من نمیدونم چجوری انزگیری این مشکل هست؟ آها قبول دارین اینو. آره هست، آدم های عقده‌ای ما کم نداریم، ما زنستیز اصلا کم نداریم.